آقای احمدی فرمایش کردن زحمت کشیدن همیشه از کنار شما سبقت دارن در این مسائل من دیگه مصدر نمیشم ولی من میخوام یک جمله به آقای نوبخت بگویم آقای نوبخت که مسئول بودجه این مملکت متاسفانه ایشون فقط بر بابان قدرت جواب است یعنی آقای نوبخت نگاه میکنه موقع بودجه بندی ببینیم کی در حکومت نفوذ بیشتری داره اقتدار بیشتری داره و بودجه ها رو به همون کسانی میدن که اقتدار بیشتری دارن ولی جوابگو و پاسخگو هم نیستن نسبت به عرض کنم به حضور شما هیچ آمار ارقامی هم ارائه نمیدن نسبت به اینکه این بودجه رو کجا خرج کرده به عنوان مثال آقایی که کیف دلار برمیداره میره آمریکای لاتین که شیعه بسازه و متأسفانه شیعه های قم رو هم از دست داده چنین آقایونی که این کارا رو انجام میدن اگه بودجه واقعا اونجوری که آقای احمدی فرمایش کردن اگه بودجه واقعا تقسیم بشه همینه که هست ما کمبود بودجه نداریم به هیچ وجه کمبود بودجه نداریم ما نسبت به تقسیم بودجه نظام بودجه بندی ما مشکل داره بودجه ما مشکل نداره بودجه بندی ما مشکل داره نظام متاسفانه سیستم عدلیه ما مشکل داره اونایی که از دونه بزرگ شما اختلاس کردن به قول آقای احمدی هر ایرانی 250 میلیون تومان از این اختلاس ها سهمشون میشه و آزادانه در کانادا با زن بچه‌هاشون تفریح میکنن تونستن آقای ریگی را بگیرن دو هواپیما عرض کنن بیارن ولی چجور نمیتونن آقای خاوری را بگیرن چون در عرض کنم به شما فراریدن آقای خاوری و خاوری ها خودشون نقش داشتن متاسفانه این است که ما اگر بازم تکرار میکنم ما مشکل بودجه نداریم همین الان نفت ما به 80 دلار رسیده نزدیک به 80 دلار تو بودجه عرض کنم به شما 50 دلار تقسیم بندی شده و نرخ گذاری شده اگه مجلس که همین روزا باید وارد این جریان بشه که آقای احمدی فرمودن به اختصاص بده به بازنشستگان میتونه از همین افزایش بودجه که در همین روزا اتفاق افتاده عرض کنم به شما اون لایحه خدمات کشوری رو اجرا بکنه من دیگه مصدر نمیشم چون یه قطعنامه است آقای داودی هم شعر داره آقای داودی